لطفاً در صورت تمایل ویدیو رو لایک کنین و کامنت بذارین تا به بهتر دیده شدن این اخبار کمک کنید. سپاس. نام کشوری که فایل صوتی ظریف رو لو داد مشخص شد. سایت رویداد 24 در گزارشی با عنوان کلاه گشاد روسیه بر سر ایران نوشت: ماجرای واکسن کرونا در ایران ابعاد جدیدی پیدا کرده. خلف وعده شرکت‌های داخلی و عدم واردات واکسن مورد نیاز رو اگر کناری بذاریم به کلاهی میرسیم که روس‌ها سر ایران گذاشتن. روزنامه نزدیک به نهادهای نظامی در گفتگوی با معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور دست به یک افشاگری علیه روسیه زده. محمد کریمی‌نیا به روزنامه جوان گفته روس‌ها سر ایران کلاه گذاشتن. ایران و روسیه علاوه بر قرارداد 2 میلیون دوزی واکسن که بهمن 99 میان دو طرف امضا شده بود، اواخر فروردین امسال توافق کردند که روسیه تا آذر ماه سال جاری 60 میلیون دوز دیگه به ایران ارسال کنه، ولی این قرارداد عملی نشد. محمد جواد ظریف در فایل صوتی مصاحبهش با سعید لیلاز که پیش از انتخابات افشا شده بود به رابطه عجیب ایران و روسیه اشاراتی کرده بود. وزیر خارجه سابق گفته بود روسیه مخالف امضای برجام بود و در این مسیر دست به کارشکنی زده. ظریف بهره برداری روسیه از پایگاه هوایی نوژه برای حمله به مواضع مخالفان اسد در سوریه رو مورد انتقاد قرار داده و گفته بود چرا روسیه در حالی که میتونست از روی مدیترانه خاک سوریه رو بزنه از روی ایران زد؟ چرا هواپیماهای روسیه از روی ایران پرواز کردند؟ همه این اتفاقها متعلق به دوران بعد از برجامه. بسیاری از کارشناسان لو رفتن فایل صوتی ظریف قبل از ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری 1400 رو یکی از اقدامات و کارشکنی‌های روسیه در انتخابات ایران می‌دونن. اونها معتقدند نارضایتی روسیه از ظریف سبب شده اقدامی در جهت حذف او از گردونه انتخابات انجام بشه. پرونده افشای فایل صوتی مصاحبه ظریف هنوز بازه و به نظر میرسه کارشکنی‌های روسیه همچنان ادامه داره. و اما سندی دیگر برای ثبت در تاریخ از خیانت مسئولان رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی به مردم افغانستان و منطقه. جواد ظریف در 1 دی ماه 1399 گفت افغانهای فاطمیون را سلاح دادیم و حمایت کردیم. در کجای دنیا شما که بیشتر گفتن کارشناس روابط بین الملل هستن دیدین که از مهاجر ملیشه بسازه بفرسته به کشور دیگه؟ ببینید شما یک مفروضی میگیرید که این مفروضتون درست نیست که از مهاجر کسی ملیشه بسازه. اولا که خیلی از اینها اصلا مهاجر نبودن، از خود افغانستان اومدن رفتن اونجا، کما اینکه ممکن از جاهای دیگه هم رفتن. پس ما بخوایم سلاح بگیرم مرا بفرستین سوریه؟ شما وقتی رفتی سوریه ممکنه به سلاح بدی، اینجا سلاح نمیدین. نه. آیا پروژه فاطمیون متوقف است؟ ببینید من کاملا صریح به شما گفتم ما کسانی رو که با داعش و با افراط در سوریه مقابله کردن برای اینکه مجبور نباشن در کابل و در قندهار با داعش مقابله کنن یا در تهران و همدان و کرمانشاه یا در بغداد و کربلا و نجف مقابله کنن ازشون حمایت کردیم و اگر لازم باشه باز هم حمایت. خلاصه حرفهای رئیسی در اولین مصاحبه زنده تلویزیونی. تعدادی شعار کلی بدون یک جمله درباره چگونگی و منابع و اختزاعات و اولویت ها. بنام اینه که انشالله با مردم صحبت کنم و بنام اینه که نسبت به اون چه گفتیم با مردم سخن بگیم و با فعل ماضی هم صحبت کنیم، نه با فعل مضارع یا مستقبل. با قول ما طلبه ها بگیم این کارا شده است انشالله. خب طبیعتا مردم انتظارش اینه که به مردم بگیم این کارا شده است. جملات قصار وی: تورم و گرانی ناشی از نقدینگی و مسئله تورمه و اینکه به نظر من سرمایه گذاری میتونه به رشد بیانجامه. سوم، نظرتون درباره تحولات افغانستان چیه؟ گفته نظر ما اینه که هرچی زودتر صلح و آرامش در افغانستان بشه. و در مورد اینکه نظرتون درباره مذاکرات برجام چیه گفت نظر ما اینه که گفتگو بدون فشار باشه. بافت‌های فرسوده ما باید بازسازی بشه. مردم اقدام میکنن، تسهیلات رو دولت میده، اینا همه مواردی است که
باید دولت دنبال کنه، چون اونجایی که تسهیلات پرداخت میکنه و مردم عزیزمون میسازن، انبوه‌سازان مسکن وارد میدون میشن میسازن. دریغ از یک جمله مهم و داده افزا، انگار مخاطب کودکستانیه. واقعا سطح سادگی ذهن و استدلالها و صورتبندی مسائل بعد از این همه سال مدیریت عالی عجیبه. افتای فرض ورسوده اصلاح میشه، مسکن روستایی که در قانون مکلف شده دولت که تعداد قابل توجهی که قریب 200,000 مسکن است که باید اینها بازسازی. دستاورد بزرگ جمهوری اسلامی برای مردم ایران، زندگی در آلونک ها و آلونک نشینی شایسته مردم ایران نیست، اما نظام ضد ایرانی تمام سرمایه های ایران رو یا خرج 1,000 فامیل خودش یا خرج تروریست های منطقه ای میکنه. آن دارم بینا زمین درگاه میشه در رو باز کنی ببینیم خونت رو افشین پروین‌پور کارشناس حوزه مسکن در برنامه جهان‌آرای شبکه افق گفت تا دولت تکلیفش رو با بانک‌ها مشخص نکنه بساط گرانی مسکن پابرجاست. سرمایه‌گذاری اصلا عامل اصلی بالا بودن قیمت مسکن تقاضای سوداگرانه و سرمایه‌ایه، نه کم بود عرضه. این هم یه اشتباه بزرگ تو در نهایه سیاست‌گذاران داره انجام میشه و اینجور متبادر میشه که هم دوستان تو مجلس، هم خود وزیر، هم آقای رئیس جمهور که الان همین الان داشتن صحبت میکردن، وقتی صحبت مسکن میشه میگه آقا 4 میلیون ما میخوایم بسازیم اینجوری. بله خیلی هم کار خوبیه، باید هم ساخته بشه، در واقع منم مدافعش، ولی این یه بخش ماجراست، بخش در واقع اولویت دارم تازه نیست. ببینید وقتی الان ما نزدیک 3 میلیون واحد مسکونی، نزدیک 3 میلیون واحد مسکونی خالی داریم. طرح جدید مجلس انقلابی، وزارتخانه‌های منطقه‌ای و تقسیم ایران به 10 منطقه با وزرایی که نباید اهل این مناطق باشند. این اراذل تا کشور رو تکه تکه و مثل سوریه نکنن دست بردار نیستن. پس از قل و غم مردم با گلوله و موشک و کرونا میخوان کشور رو مثل ارث بابا بین خودشون تقسیم کنن. اراذل جمهوری اسلامی میخوان ایران رو ملوک و طوائفی کنن، البته بدون ملک و ملوک و با یک مشت مکتبی غارتگر خرابکار که جز دزدی و فساد و خرابکاری و جنایت بلد نیستن. من عرضم این استش که نگاه کنیم، نباید با موضوعات مردم سیاسی برگوش. من میتونستم مردم پشت تیریبون مواردی بگم که این دست هشون بره توی خدالت بگشن، ولی این بنا نیست پشت که ما با سرنوشت جامعه همون برخورد سیاسی کارانه داشته باشیم. و ادبیات چاله میدانی زاکانی درباره منتقدان. علیرضا زاکانی فقط ثانیه‌ای زودتر به خاطر آورد که شخصیت، تفکر و ادبیات واقعی رو نباید جلوی دوربین رو کنه. او در کمال ناباوری به سمت پایان جمله‌ای میره که راه برگشتی از اون نیست. بنده شهردارم، کاملا قانونی و کاملا برداشت حقوقی است و هم در واقع خدمت شما عرض کنم که مسئولین مربوطه شون اصلا اطلاعی نداشتن. هر از گاهی در خبرها میخونیم که پیکر یک مدافع حرمی در یکی از شهرهای دوردست ایران تشییع شده. بگذاریم از جسد اونهایی که در سوریه موندن و هنوز پیکر بی جانشون رو نتونستن به ایران بیارن، و باز بگذاریم از پیکر افغانهای مهاجری که بیشترشون نه تشییع میشن و نه تکریم. جوانان ایران در مرزهای دور از کشورشون به خاطر یک عده قلیل کشته میشن، اما ما تا حالا خبری مبنی بر کشته شدن فرزندان سرداران سپاه و مسئولان جمهوری اسلامی در ایران در این جنگهای نیابتی نخوندیم، اما خبرهای این آقازاده ها رو در اخبار فسادهای اقتصادی و اختلاس ها میبینیم. جوانان ایران از روی ناچاری و وعده‌های دروغین به جنگ‌های نیابتی سپاه فرستاده میشن. اونها جون خودشون رو نه در راه ایران بلکه در راستای منافع تروریستی سپاه از دست میدن. مدافعان حرم بهشت دروغینیه که سپاه با وعده اون جوانان ایران زمین رو به کشتن میده. به خاطر اینکه ایرانیان کشته شده فرسنگ‌ها با حرم فاصله داشتند و از ابوکمال تا دمشق راهی طولانی. تا کنون تعداد
ایرانیانی که در سوریه کشته شدن بالغ بر هزاران نفره، یعنی هزاران جوان ایرانی خودشون رو فدای بشار اسد کردن. ما باید قدرت اقتصادی پیدا بکنیم. اگر شما بخواید با ارزش‌های شهادت طلبی بیاید به بازار گندم، بازار نفت، بازار پتروشیمی، خب این نفهمیدن مسئله است. خب کسانی که بیژن عبدالکریمی، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، به اتهام دفاع از نظام سلطنتی پهلوی از دانشگاه اخراج شد. که این شهر رو زمانی که بنیانش رو گذاشتن، زمانی که رضا شاه به عنوان تجسم اراده سیاسی شکل مونده این شهر رو ساخت، آنقدر غیر کارشناسانه به قول خودشون. شما چاره دیگه نداشتید. اگه رضا شاه اون نوسازی ها رو نمی‌کرد، امروز شما چی در حد افغانستان بودید؟ ببین، یعنی باید بنده الان با این لباس‌ها و کلاهای دیگری و شما هم با لباس‌های محلی بودید.